با سلام بیننده و شنونده پوشش ویژه ایران اینترنشنال هستید. از خیزش جهانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی با من پریسا صدیقی نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرها. آغاز تجمعات دانشجویی در دانشگاه شریف، دانشگاه آزاد سوهانک و تهران مرکز و دانشگاه فردوسی مشهد. صبح شنبه دانش آموزان در تهران و کردستان به خیابان آمدند. برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف کشور. امروز مردم در تهران، مشهد، سنندج و رفسنجان تجمع اعتراضی برپا کردند. شهر مریوان اعتصابات کسابه کلن بستن، اعتصابات ادامه داره تا پایان جمهوری اسلامی ایران. ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران، در شهرهای سنندج، سقز و بوکان اعتصاب آغاز شده است. بیش از 10,000 نفر از اعضای ارشد سپاه پاسداران که بیشترین مسئولیت را در سرکوب‌ها و جرایم داشتند هدف تحریم‌های ما قرار می‌گیرند. و در پی تلاش ایرانیان کانادا برای جلب همراهی دولت این کشور، تحریم‌های بی‌سابقه اتاوا علیه جمهوری اسلامی، ورود 10,000 عضو سپاه پاسداران به کانادا ممنوع شد. این پوشش ویژه خبری خیزش جهانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی است. بخش ویژه خبری که این روزها ادامه خواهد داشت و ما اخبار حضور اعتراضی مردم در نقاط مختلف ایران و دیگر کشورها را لحظه به لحظه پوشش می‌دهیم. به دنبال انتشار فراخوان‌های دانشگاه‌های ایران، دانشجویان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. تصاویری از تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکزی و سوهانک، دانشگاه فردوسی مشهد، رازی کرمانشاه به ایران اینترنشنال رسیده. شنبه 15 مهر دانشگاه آزاد تهران مرکز کونک. مشهد 16 مهر جلوی دانشگاه فردوسی مشهد 16 مهر. خیلی قشنگ. مشهد وردشت خیابون اصلی 16 مهر 1401 مرگ بر دیکتاتور. در ادامه خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، امروز هم شماری از دختران دانش آموز در شهرهای مختلف تجمع و اعتراض کردند. We
همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه. تصاویر دانش آموزا رو دیدیم در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها، چه خبره لیلا؟ آره پریسا، بذار یعنی دونه دونه برم. اینکه امروز اتفاق بزرگی داره رخ میده، چون که هم دانشگاهیان، دانشجوها، هم دانش آموزان، بازاریان، کسبه و مردم با هم دیگه هستن، اومدن خیابان‌ها. از دانشگاه بخوام شروع بکنم، ما از هفته پیش میدونست یعنی دیدیم که وضعیت دانشگاه شریف چقدر با سرکوب و وضعیت امنیتی مواجه شده. امروز قرار هستش، یعنی قرار بود و این اتفاق داره میفته که 36 دانشگاه به اعتصاب و اعتراض بپیوندن. دانشگاه شریف هم گفته بودن که میخوایم بیایم و در اعتراض شرکت کنیم. البته ما میدونیم که فقط در اصلی دانشگاه باز هست و درهای بقیه درها بسته است و کلاس‌ها هم مجازیه، ولی امروز دانشجوان هم روبروی دانشگاه تجمع کردن. جو اون منطقه خیلی ملتهب، الان از ساعت 12 ظهر مردم هم به اونها پیوستن. مثلا همون محله خوابگاه مصلی نژاد، محله تیموری و خیابون آزادی جو ملتهب، شلوغ هست و نیروهای امنیتی هم خیلی حضور دارن، ولی خب تعداد مردمی که به دانشجو دارن میپیوندن خیلی داره زیاد میشه. خودت گفتی در خبرها خیلی از دانشگاه الان دارن در واقع به احتساب و اعتراضا پیوستن. مثلا در حوزه خوارزمی، دانشگاه خوارزمی، حوزه گوهردش جو در واقع اعتراضی بوده، دانشجو معترض بودن، اومدن بیرون و مردم به اونا پیوستن. در سنندج که همچنین ما احتساب بازاریان و کسبه رو داریم، دانشجوهای دانشگاه سنندج، دانشگاه بین‌المللی قزوین، مشهد، فنی تهران و آزاد، سوهانک، همچنین رازی کرمانشاه، اینا هم به اعتصابا و اعتراضها پیوستن و همچنین دانشگاه دامغان. ما تصاویرم که به دست ما مدام داره میرسه، ما در بخش‌های مختلف خبری اونا رو حتما پوشش خواهیم داد. بریم به نظر من تصویر ببینیم از دانشگاه گوهردش و اینکه اونجا چه اتفاقی افتاد که به تازگی به دست ما رسید. ببینیم این تصاویر رو برمی‌گردیم. تصاویر زیادی لحظه به لحظه ما داریم دریافت میکنیم، اما پیام‌های صوتی زیادی هم میگیریم. دقیقاً پریسا، ببین الان خب خیلی از شهرها الان دارن به تجمع در واقع میپیوندن و زیاد شد. الان من چند تاشو بگم، یعنی فرصت خوبی هست، ممکنه که اینترنت دوباره مثل روزهای قبل در واقع اختلال به وجود بیاد، قطع بشه. الان مثلا مردم در شاهینشهر، اصفهان، مشهد، رفسنجان، سنندج، تهران، کرمان، عراق، مهرشهر، کرج، خرمدشت کرج، گوهردشت، اینا در خیابان هستن. ممکنه که تصاویر نتونن برام بفرستن، کسایی که در تجمع شرکت میکنه حتما وقتی که رفتن خونه هاشون بشینن و روایت بکنن و تجربیات خودشون، چیزایی که دیدن در تجمعات و همچنین با صدا برام بفرستن. ما روزانه خیلی صدا از مردم میشنویم، همچنین درد دلاشون، پیشنهاداتشون، تجربیاتشون با ما در میون میذارن. امروز هم صدای زیادی خواهیم شد، اما یک صدا خیلی یعنی تحت تاثیر قرار میداد، اما یک دختر نوجوانی در واقع صدای برام فرستاده که همسن نیکا شاکرمی هست و میگه که در واقع متاثر هست از کشته شدن اون و میگه که باید این اعتراضا ادامه پیدا کنه تا اینا آزادیشون رو به دست بیارن. با هم بشنویم صداها رو. کسی که کشته شد نیکا کسیه که مثل خودم هست، اون یکی از منه، یکی شبیه خود من، هم سن من، هم شکل من، هم وطن من. لطفاً
خاطر بلای وحشیانه که سر اون اومده، به خاطر قصد برنامه‌ریزی شده که سرش اومده، خاطر ترسی که حتی واسه فاش شدن اتفاقات که سر اون اومده ادامه بده. از تو خواهش کنم، همه ما زندگی میخواییم، همه ما حق زندگی رو داریم. اصلا میخورم به جون خودم، به جون تک تکتون، به جون عزیزترین کس ها. فقط بعد ادامه بدیم. این مسئله فقط مسئله حجاب نیست که ساکت نشستین و فکر میکنین بعدش قرار زن و برهن بیان میرون. این مسئله مسئله آزادیه، مسئله زندگی هایی که گند زدن توش، مسئله آزادیه. همه تون دیدین، میدونین چه زندگی هایی از همون گرفتن، به خاطر زاهدان کفش شده، به خاطر هر کسی، به خاطر مادرتون، به خاطر بچهتون. ادامه بدین، بیرون بیاین، به خاطر هر یه دردی که بهتون زدن، هر شرمندگی که خوردین، به خاطر اینکه پول نداشتین، هرچی نداشتین، به خاطر اون بیرون بیاین، به خاطر اون ادامه بدین. دیگه چقدر باید دلیل داشته باشین؟ فقط ادامه بدین. همه دلیل داریم، همه دلیل دارن، دلیل ها کافیه، فقط باید ادامه بدین. ازتون خواهش میکنم. همیشه به ما گفتن مردم رو سر جاشون میشونیم. مردم نشینید تا اونا رو سر جاشون بنشونید. آری، به پا خیزید که باید آزادی بر کرسی عدالت بنشیند. شما ننشینید تا زمانی که آزادی بر کرسی عدالت می نشیند. فراموش نکنید هنوز کف خیابان ها سرخ به خون فرزندان ماست، سرخ به خون شهیدان ماست. فراموش نکنید ما نباید بنشینیم تا اونا رو سر جاشون میشونیم و تا آزادی رو بر کرسی عدالت مینشانیم. امروز اگر در هر کجای ایران یا حتی در خارج از ایران در هر تجمعی شرکت کردید، فراموش نکنید که میتونید گزارش های خودتون رو به تلگرام و واتساپ ایران اینترنشنال 2044783000 برای ما بفرستید. پیام های صوتیتون رو هم و گزارش هایی که از در واقع تجمعات برگزار شده دارید حتما برای ما بفرستید. در بخش های مختلف خبری ما حتما از اونها استفاده میکنیم. میهمانی همراه ما هستن، مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان. آقای مهدوی آزاد، فراخوان سازمان های دانشجویی و مردمی با استقبال بسیار زیادی مواجه شده، اونطوری که در ویدیوهای از ساعت پیش که دست ایران اینترنشنال رسیده نشون میده. این که در هفته چهارم اعتراضات هستیم و همچنان تداوم تجمعات و اعتراضات و اعتصابات رو میبینیم نشانه چی است آقای مهدوی آزاد؟ ببینید، یه نگاهی که به سطح شهر بیندازید میبینید تمام نشانه های کلاسیک یک جنبش یا یک انقلاب اجتماعی رو شما میتونید ببینید. حالا از شعار نویسی بگیرید تا مثلا زنان بیشماری که دیگه خیلی راحت حجاب اجباری رو کنار میگذارن توی خیابون میرن و از اون مهمتر با همکاری مردم با این زنان، یعنی اغلب زنانی که بدون حجاب بیرون میرن بعدن که روایت میکنن در شبکه‌های اجتماعی، میبینید همشون تاکید کردن که ما هیچ نگاه بدی ندیدیم، هیچ مردمی با ما مشکل نداشتن، هیچ کس ما کاری نداشت. این همه نشانه های کلاسیک یک جنبش، یک تحول اجتماعی بسیار عمیق هست در ایران، نشانه از اینکه چیزی قرار نیست بخوابه و یک اعتراض ساده نبوده. اتفاقاتی که امروز صبح افتاده و منطقاً چیزی که خواهد افتادم یکی از همین نشانه های خیلی بزرگ هست. ببینید، اگر اولین هسته های تجمع شما نگاه بکنید، ببینید اولین هسته های تجمع یکیش در چراغ برق تهران منطقه 12 شهری شکل گرفت، دومیش تو حدی که من دیدم در شرقه غرب منطقه 2 تهران. یعنی شما باز دوباره به وضوح میبینید هم منطقه مثل منطقه 12 که بافت سنتی مذهبی داره، بخش چراغ جزئی از بازار تهران محسوب میشه، هم منطقه 2 که منطقه مرفه نشین و ثروتمند هست، تفاوتی بین بخش‌های مختلف شهری نمیبینید. اینجا دیگه تفاوتی بین فقیر و غنی یا بعضی از اون تفاوت‌ها، شکاف‌هایی که در اعتراضات 98 میدیدید، در اعتراضات 88 میدیدید، اینجا دیگه نمیبینید. ورود مردم به خیابان‌ها یا در واقع لبیک گفتنشون به بیانیه جوانان تهران هم باز دوباره یکی از این نشانه‌های بزرگ هست.
هست. میدونید این بیانیه جوانان تهران، این کسانی که این بیانیه رو میدن، اینها آدمای شناخته شده ای نیستن. مردمی که میان لزوما لبیک به یک بیانیه نیست، بلکه اونها خودشون تصمیم میگیرن و این هم یه نشانه بزرگتری است از اینکه تمامی اعتراضاتی که ما میبینیم در واقع اعتراضاتی است با تصمیم شهروندان مصمم که خودشون تصمیم گرفتن همکاری بکنن، تصمیم گرفتن یک خط مش رو پیروی بکنن. همین نشانه های ثبات اجتماعی است. بنابراین بذارید من خیلی روشن بگم، تا همین الان اتفاقات نشون میده که همه پروپاگاندای حکومتی شکست خورده، نشون میده اعتراضات نه تنها فروکش نکرده بلکه هی داره عمیق‌تر و تقویت جدی تر میشه و نشون میده مردم ظاهرا عقب نشینی نکردن، ولی اینکه یه روز دو روز در واقع موج سینوسی ادامه داشته باشه. آقای مهتوی آزاد، و اینکه ما به شاهد این هستیم در خط مقدم دانش آموزان حضور دارن، دانشجویان حضور دارن و فراخوان‌های بسیاری میدن، آیا نشانه این هست که ما در شاید زمان خیلی کوتاهی شاهد سازماندهی و اعلام موجودیت تشکل‌های جدیدی خواهیم بود؟ ببینید اعتراضات در واقع بعد از 10-12 سال دانشگاه های ایران رو بیدار کرد، به تمام دانشگاه های کشور سرایت پیدا کرد، چنین چیزی واقعا کم سابقه است بلا استثناء دانشگاه ها. حتی موج اعتراضات وارد دانشگاه آزاد شد که به صورت سنتی در واقع درگیر اعتراضات سیاسی نمی شدن یا کمتر می شدن، بعد وارد دبیرستان ها شد، اغلب دبیرستان ها رو شخم زد. من روی این نشانه اجتماعی خیلی دقت می کنم، مثلا روی شعار نویسی ها دقت می کنم ببینم خط ها مختلف هست یا نه، تو کدوم مناطق شهری است. روی دبیرستان هایی که صحنه اعتراض بودن یا دختر بچه ها ویدیو میفرستادن دقت میکردم، از شهرهای به شدت مذهبی مثل قم شما بگیرید تا مثلا تهران، در نقاط مختلف تهران، مدارس مختلف، نه فقط غیر انتفاعی، از دولتی بگیرید تا غیر انتفاعی، یک جنبش کاملا اجتماعی و یک پدیده اجتماعی است. این مسئله دینامیکه، یعنی همچنان که حکومت امروز صبح تصمیم میگیره خب حالا چیکار کنیم، بریم فلانیو بگیریم، فلانیو بترسونیم، این دروغو بگیم، معترضین هم شاید بدون که خودشون متوجه بشن حسب رفتارهای حکومت، حسب چیزی که میشنون، تصمیم میگیرن که چیکار بکنن، ممکن تصمیم بگیرن تشکل‌های جدید تشکیل بدن یا نه. حقیقتا من جزئی از این جریان در واقع داخلی که اعتراضات میسازه نیستم، نمیدونم در ذهنشون چی میگذره، ولی فکر میکنم هیچ کس نیست و فکر میکنم هیچ کس نمیدونه، چون یک جنبش اجتماعی است، گروه گروه کلونی های مختلف خودشون تصمیم میگیرن. منطقا در شرایطی که سرکوب زیاد میشه طبیعتا گروه های مختلفی بیشتر میشن، پیدا میشن و اونها سعی میکنن رهبری اعتراضات رو به عهده بگیرن. آقای مهتوی زاده، این تداوم اعتراضات مخصوصا در خیابان ها و دانشگاه ها چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی داره و در چه شرایطی قرار میده حکومت رو؟ ببینید حکومت اسلامی که شما سخنرانی آقای خامنه‌ای 4-5 ماه پیش ببینید اونجوری با تمختر افتخار راجع به سرود سلام فرمانده حرف میزد، ادعا میکردن که سرود سلام فرمانده با استقبال همه مردم ایران مواجه شده و به معنی بیعت نسل جوان ایران هست، حالا با شرایط مواجه شده که دهه 80 دهه 90 ها صریح‌ترین فحشا رو برای خامنه‌ای میدن، همه میگن مرگ بر دیکتاتور و خانه تغییر حکومت هستن. این چیزی نیست که دستگاه پروپاگاندا ایران از پسش بر بیاد. اجالتا الان دستگاه بوروکراسی ایران، دستگاه اداری ایران که قبلا هم البته روزمره و ناکارآمد بود، فعلا کاری نداره جز سرکوب اعتراضات. نتیجه اول این اعتراضات خواهد بود که در حکومت شکاف ایجاد خواهد شد، و نتیجه دومش این خواهد بود که حکومت یا مجبور میشه وابده یا مجبور میشه هر روز طالبانی تر خشن تر بشه. انتهای این مسیر منطقا چیزی جز پیروزی مردم نیست. بسیار ممنونم از توضیحات شما. مهدی مهتوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان. در خبری فوری، تصاویری که به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد اعتراضات خیابانی در عراق هم در حال برگزاری است. عراق 16 مهر 1401. و در خبر فوری دیگر، تصاویری که به ایران اینترنشنال رسیده حاکی از شلیک و تیراندازی در مقابل دانشگاه شریف است. امروز شنبه است، تیراندازی شده جلوی دانشگاه شریف، دائما دارن تیراندازی میکنن و ماموران های ضد شورش هم که میبینی اینجا. جمعی از دانشجویان واحد سوهانک دانشگاه آزاد در تهران هم تجمع اعتراضی کردند. آنها در شعارهایشان گفتند دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد و خواستار حمایت از سوی باقی دانشجویان شدند. حمایت
تصاویر سه به ایران اینترنشنال نشان میدهد دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه هم تجمع اعتراضی برگزار کردند. یک نگاهی بکنیم به اینکه الان در حال حاضر در شهرهای مختلف ایران چه میکسر، مخصوصا در تهران، در واقع دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران غرب در مشتبه پیامبر اعظم تجمع اعتراضی برگزار کردن، علیه جمهوری اسلامی شعار میدن. در خیابان شریعتی تهران دانش آموزان دختر روسری های خودشون رو در آوردن و شعار آزادی آزادی سر میدن. در سعادت آباد تهران هم همینطور تجمعاتی برگزار شده و زنانی که شرکت کردند روسری های خودشون رو از سر در آوردن. دانشجویان دانشگاه تهران هم تجمع اعتراضی برگزار کردن. همونطور که پیشتر گفتیم در عراق و شهرهای دیگر هم تجمعاتی برگزار شده. جمعی از دانشجویان دانشگاه شریف هم در نزدیکی خوابگاه مصطلی نژاد تجمع کردن و نیروهای امنیتی به سمت اونها گاز اشکاور شلیک کردن. ما حتما برمیگردیم و این خبرها رو با جزئیات بیشتر در ادامه مرور خواهیم کرد. اما پیش از اون مهمانی داریم، مشتبه هاشمی، تحلیلگر سیاسی از آنکارا. آقای هاشمی، در واقع اعتراضات وارد هفته چهارم خودش شده، این که تداوم پیدا کرده، این که ما همچنان میبینیم به گروه‌های مختلف اجتماعی و در لایه‌های مختلف اجتماعی داره سرایت پیدا میکنه، نشانه چی است؟ اول من درود میفرستم بر شجاعت دانشجویان و دانش آموزان ایرانی که با این اعتراضاتشون و این مقاومتی که در برابر نیروهای سرکوب کردن، این شجاعت رو به دانشگاه پمپاژ کردن و امروز میبینیم مردم هم به حمایت از دانشگاه برخاستن. هفته گذشته حکومت تلاش کرد با سرکوب شدیدی که در دانشگاه شریف به راه انداخت و دانشگاه رو به نوعی ساکت بکنه و با تمام محدودیت‌هایی که ایجاد کرد، از اینکه کلاس‌ها تا اطلاع ثانوی مجازی شدن و بسیاری از دانشگاه‌ها دیگه کلاس‌هاشون لغو شد تا چند هفته، و با تمام این تفاصیل امروز دانشجویان چه در دانشگاه و چه در خیابان حاضر شدن و اعتراض کردن به روند فعلی و نشون دادن که ابدا با سرکوب و با در واقع سیاست هایی که جمهوری اسلامی داره نمیتونن سازش کنن، و این رو به مردم هم سرایت دادن و مردم امروز در اکثر شهرهای ایران در حمایت از دانشجویان و دانش آموزان به خیابان اومدن. ما حمایت معلمان، حمایت اساتید رو هم داشتیم که در نوع خودش بی‌نظیر بوده، و امروز یک نکته‌ای که هست این هستش که دانشجویایی که در دانشگاه حاضر شدن، شعارهایی که میدن شعارهایی هستش که همون چهار هفته گذشته میدادن. یعنی حکومت نتونسته ابدا تغییری در مسیر مقاومت مردم و در مسیر انقلابی که آغاز شده ایجاد کنه. اما آقای هاشمی، در واکنش ببینیم که جمهوری اسلامی در واقع همون سناریوی همیشگی رو در پیش میگیره، اینکه آمریکا، غرب و اسرائیل رو مسبب اعتراضات میدونه و اونها رو مقصر میدونه. چرا این سناریوی تکراری هر بار داره باز هم مطرح میشه؟ دست خالی جمهوری اسلامی در برابر مردم باعث شده که جمهوری اسلامی همچنان به سناریوهایی که از گذشته بهشون اتکا میکرده متوسل بشه، و دیگه این سناریوها خنده‌دار هست برای مردم. وقتی که رهبر میاد میگه اینها وصلن به آمریکا و اسرائیل، مردم در سطح خیابان وقتی که اینترنت ندارن، وقتی که از همه چیز، حقوق اولیه اجتماعی و حقوق بشر محروم هستن و وصل به جامعه بین‌المللی نیستن، دیگه از کسی خط نمیگیرن. ما حتی رهبری واحدی رو در این جنبش نداریم، و این نشون دهنده این هستش که سناریو سازی حکومت نه تنها جواب نداده، بلکه خشم عمومی رو بیشتر کرده، و امروز گستردگی تجمعات و اعتراضات نشون دهنده شکست سناریو سازی های جمهوری اسلامی هست. مشتبه هاشمی، تحلیلگر سیاسی از آنکارا، ممنونم از توضیحات شما. در چهارمین هفته از خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، امروز کسبه و بازاریان در مناطق کردنشین ایران مغازه ها را بسته و اعتصاب کردند. شهر مریوان، اعتصابات کسبه کلن بستن، اعتصابات ادامه داره تا پایان جمهوری اسلامی ایران. همه شمه شانزه میر ساعت 9:40 دقیقه صبح دوکانگان بسیار خیامش شما منه. امروز 16 مهر ماه
سرندج، خیابان ششم بهمن، اعتصابات سراسری. سنندج، شنبه 16 مهر، تحسن سراسری مغازه زارا. لطفا همکاری کنید. سنندج، 16 مهر، بوق ماشینا، نشانه اعتراض. ژیلا مستجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو، از گستردگی اعتراضات مردمی در شهرهای کردستان میگوید. امروز شنبه 16 مهر ماه برای 22 روز اعتصابات و اعتراضات در کل ایران و در کردستان برای سومین بار که اعتصابات گسترده و بسیار وسیعی در اکثر شهرهای کردستان در حال جریان، این اعتصابات طی چند روز گذشته به دعوت دانشجویان، بازاریان، معلمین و کسبه های کردستان دعوت شدن شهروندان و استقبال بسیار خوبی از اون شده. تا الان که من دارم با شما صحبت می کنم که اول صبح در شهرهای سنندج که در ویدیوهای خودتون هم کاملا مشخص بود، دیواندره، بانه، سقز، بوکان و ماهآباد به طور کامل 100% مغازه ها تعطیل شدن و شهروندان در سطح شهر، در سطح خیابون ها هستند. میخوام این رو بگم که معدود مغازه هایی که باز هستند در سطح شهرها، به ویژه در سنندج و سقز که کامل اطلاع داریم، از طریق شهروندان خودشون بهشون میگن که لطفا مغازه هاتون رو ببندید. یعنی کاملا شهر در اعتصاب کامل، شهرها در اعتصاب کامل هستن. اما خب همونطور هم که در ویدیوها مشخصه، نیروهای امنیتی الان واقعا در سطح شهرها پراکنده شدن، مستقر شدن و در شهر سنندج و شهر سقز متاسفانه به سوی شهروندانی که در خیابونها هستن تیراندازی کردن. تا دقایق دیگر این پوشش ویژه خبری رو با هم ادامه خواهیم داد. با ادامه پوشش ویژه ایران اینترنشنال از خیزش سراسری مردم در ایران همراه شما هستیم. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. آغاز تجمعات دانشجویی در دانشگاه شریف، دانشگاه آزاد سوهانک و تهران مرکز و دانشگاه فردوسی مشهد. صبح شنبه دانش آموزان در تهران و کردستان هم به خیابان آمدند. برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف کشور. امروز مردم در تهران، مشهد، سنندج و رفسنجان تجمع اعتراضی برپا کردند. شهر مریوان اعتصابات کسابه کلن بستن، اعتصابات ادامه داره تا پایان جمهوری اسلامی ایران. ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران، در شهرهای سنندج، سقز و بوکان اعتصاب آغاز شده است. بیش از 10,000 نفر از اعضای ارشد سپاه پاسداران که بیشترین مسئولیت را در سرکوب‌ها و جرایم داشتن هدف تحریم‌های ما قرار می‌گیرند. در پی تلاش ایرانیان کانادا برای جلب همراهی دولت این کشور، تحریم‌های بی‌سابقه اتاوا علیه جمهوری اسلامی، ورود 10,000 عضو سپاه پاسداران به کانادا ممنوع شد. نگاهی داشته باشیم با هم به خبرهای مهم امروز از ایران. مولوی عبدالحمید روحانی اهل سنت استان سیستان و بلوچستان در مراسم نماز جمعه زاهدان خواستار مجازات شرعی و قانونی همه عاملان کشتار شهروندان در نماز جمعه هفته گذشته شد و گفت آیا کسانی که این مردم را هدف قرار دادند واقعا ایرانی و هموطن بودند؟ روز گذشته عفو بین الملل در گزارشی تعداد افراد کشته شده در اعتراضات خیابانی زاهدان در جمعه 15 مهر ماه را دست کم 82 نفر اعلام کرد. گروه هکری عدالت علی به سندی دست پیدا کرده که در آن محمد شهریاری، معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی تهران، طی نامه‌ای به دادستانی عمومی و انقلاب تهران از دفن امنیتی 110 نفر از کشته شدگان آبان 98 در تهران خبر داده. بر اساس این سند، ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه، دستور داده بوده قوه قضاییه مسئول پیگیری وضعیت کل اجساد کشته شدگان در تهران و مدیریت خانواده آنها باشد.
5 اقتصاددان و استاد دانشگاه در بیانیه‌ای به قتل مهسا امینی واکنش نشان داده و به حکومت هشدار دادند که چنانچه صدای اعتراضات شنیده نشود، این اعتراضات به خشم تبدیل شده و نفرت ناشی از خشم و خشونت به عنوان پیشران اصلی اتفاقات آینده خواهد بود. این 5 اقتصاددان در پاسخ به اینکه چرا جامعه ایرانی تبدیل به انبار بارود شده گفتند دلیل اصلی بحران موانع رشدی است که حکومت در مسیر رشد مردم قرار داده است. در خبری فوری، تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد معترضان در شهرک غرب و سعادت آباد تهران هم تجمع اعتراضی برگزار کردند. شهرک غرب، بچه‌های دانشجو دانشگاه اومدن. دمشون گرم. مرگ بر دیکتاتور. میدون سعادت آباد 16 مهر. بهمن فرمان‌آرا، کارگردان و فیلمنامه‌نویس ایرانی، در واکنش به توییت عزت‌الله زرقامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، با ارسال ویدیویی در صفحه اینستاگرام خود از اعتراضات مردم ایران حمایت کرد و گفت: من کاری به مسئولان ندارم، همیشه در کنار مردم خواهم بود، چون با خشونت و عدم آزادی مخالفم. من کاری به مسئولین ندارم، من همیشه در کنار مردم بودم و خواهم بود، چون با خشونت مخالفم، با عدم آزادی مخالفم و دلم میخواد که در کنار شما باشم در هر شرایطی که باشه. پس از انتشار ویدیویی از سارینا اسماعیل‌زاده که در حال خواندن آهنگ مرا به کلیسا ببر از هوزیر خواننده ایرلندی است، این خواننده در توییتر خود به قتل سارینا واکنش نشان داد. هوزیر در توییتر خود نوشت: با شنیدن داستان سارینا اسماعیل‌زاده زبانم بند آمد. ما در مورد آزادی حرف می‌زنیم، اما درکی از این نداریم که وقتی برای آزادی می‌جنگیم چه بهای گزافی باید پرداخت کنیم. در خبری فوری، تصاویری که به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد اعتراضات خیابانی در عراق هم در حال برگزاری است. عراق 16 مهر 1401. نگاهی هم داشته باشیم با هم به دیگر خبرهای مهم امروز از گوشه و کنار جهان. مقامات اوکراینی روز جمعه اعلام کردند تلفات ناشی از حملات موشکی و پهپادی روسیه به زیرساخت‌ها و مناطق غیرنظامی شهر زاپوروژیا در جنوب این کشور به 11 نفر افزایش یافته. ادامه درگیری‌های نظامی در اطراف نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا بار دیگر نگرانی درباره وقوع سانحه هسته‌ای در این منطقه را افزایش شده است. در هفته‌های اخیر همزمان با شکست‌های والی روسیه، ارتش این کشور استفاده از پهپادهای ساخت ایران را افزایش داده. در پی انتشار گزارشی از بازداشت یک زن ایتالیایی و چندین شهروند خارجی دیگر در اعتراضات مردمی ایران، دولت هلند نسبت به سفر شهروندان خود به ایران هشدار داد. وزارت اطلاعات ایران روز 8 مهر از بازداشت 9 تبعی خارجی به اتهام سازماندهی و آموزش معترضان خبر داد. بازداشت شدگان شهروندان فرانسه، ایتالیا، آلمان، هلند و لهستان هستند.
وزارت خارجه فرانسه هم از شهروندان خود از جمله شهروندان دو تابعیتی ایرانی خواسته از سفر به ایران خودداری کنند. این هشدار پس از آن صادر شده که حکم 8 سال زندان یک شهروند فرانسوی در ایران تایید شده. وبسایت وزارت خارجه فرانسه همه شهرهای ایران را به رنگ قرمز درآورده و اعلام کرده در صورت سفر شهروندان فرانسوی به ایران خطر دستگیری و بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه آنها بیشتر است. نخست وزیر کانادا ورود مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و حدود 10,000 نفر از اعضای سپاه پاسداران به این کشور را برای همیشه ممنوع کرد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا با اعلام این خبر گفت یک نهاد ویژه برای مسدود کردن دارایی‌های افراد تحت تحریم تشکیل خواهد داد. نخست وزیر کانادا همچنین افزود این کشور برای شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های اشخاص تحت تحریم و ایجاد یک اداره ویژه برای پیگیری این هدف 76 میلیون دلار اختصاص می‌دهد. Under the most powerful provision of the Immigration and Refugee Protection Act. این سخت‌ترین اقدام علیه رژیمی است که مرتکب جنایت‌های شنیع و جنایت‌های جنگی شده، مثل رژیم‌های بوسنی و رواندا. Like in Bosnia and Rwanda. This will make the top 50% of the IRGC leadership. در این اقدام سختگیرانه نیمی از فرماندهان سپاه پاسداران حدود 10,000 نفر که مرتکب جنایت‌های شنیع شدند به خاک کانادا ممنوع الورود می‌شوند. این تصمیم دائمی و غیر قابل تغییر است. یعنی ورود این 10,000 نفر برای همیشه به کانادا ممنوع خواهد بود. This means that more than 10,000 members of the IRGC leadership, for example, will be inadmissible to Canada forever. در ادامه حمایت‌های جهانی از اعتراضات مردم ایران، مقامات ایالات متحده از رایزنی و هماهنگی با کشورهای متحد آمریکا و فعالان حقوق بشر برای حمایت از معترضان خبر دادند. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در توییتی نوشت روز جمعه با فعالان حقوق بشر و زنان ایرانی درباره اینکه آمریکا چگونه می‌تواند به حمایت از معترضان شجاع در ایران ادامه دهد، گفتگو کرده است. کمیته روابط خارجی سنا در ایالات متحده اعلام کرده در حال بررسی یک طرح با هدف حمایت از آزادی جهانی اینترنت است. در پیشنویس این طرح آمده وزیر خارجه آمریکا ملزم است برای گسترش اینترنت آزاد در جهان با تهیه طرحی جامع کشورهایی را که به دلیل قطع مداوم اینترنت تحت سرکوب قرار دارند اولویت بندی کند. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند از زمان شروع اعتراضات در ایران حمایت فراحزبی قاطعی در آمریکا برای کمک به آزادی جهانی اینترنت شکل گرفته است. رابرت ملی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در مصاحبه با رادیو NPR گفت سیاست ایالات متحده تغییر رژیم در ایران نیست و آنچه واشنگتن می‌خواهد حکومتی در ایران است که به حقوق اساسی مردم خود احترام بگذارد. ملی همچنین تأکید کرد جمهوری اسلامی باید برای یافتن مقصر به خود نگاه کند. مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران و اروپا، از بروکسل ما را همراهی می‌کنند. آقای گلپور، حمایت بی‌سابقه‌ای را ما می‌بینیم از سمت مقامات اروپایی و آمریکایی و خیلی از کشورهای دیگه در همراهی با اعتراضات مردم در ایران و ایرانیان خارج از کشور. چه ویژگی داشته این دور از اعتراضات که این همراهی بزرگ و این همبستگی جهانی رو به همراه داشته؟ خانم صادقی، با سلام به شما، به هموطنان حماسه آفرینمون. ویژگی دیگه از این چی بیشتر میخواییم ما ببینیم؟ ما این انقلاب اخلاقی که در ایران جاریه، کافیه فقط شعارها رو با شعار انقلاب فرانسه مقایسه کنیم، بسیار برتره، بسیار برتره. خرد جمعی که در ایران برپا شده، شور و شوقی که همزمان، شور و شوق، فقط شور نیست، فقط شوق نیست، همزمان جوانهای 16 ساله ما، این دختران و پسرانی که من میتونم عموشون باشم، پدرشون باشم، واقعا به ما احساس غرور میدن که من بعد این اروپا، آمریکا خواهند بود که باید درس آموزی بکنم از این قرارداد اجتماعی که در حال نوشتن مردم ما
با خرد بسیار زیاد دارن راه سعادتی که خودشون به دست آوردن. این محصول کار حزبی نیست در ایران، چون حزبی نیست. این محصول کار سیاسی نیست، چون انقلاب فراتر از اونه. انقلاب اخلاقیه، وجدان عمومی جهان به سمت ایران برگشته. بنابراین موقعی که شما بالهای سیمرغ و حتی روی حوزه‌های علمیه قم و مشهد و اصفهان و شهرهای دیگه میبینین، آیت الله هایی که درس اخلاق از جوانهای 16 ساله دارن میگیرن، دیگه اروپا و آمریکا باید بدوهن، خیلی عقب هستن. بنابراین فکر میکنم یه شرط استثنایی. رنسانس به معنای دقیقی یعنی زندگی دوباره، یعنی تولد دوباره. در حالشه و شما خبرنگارها هر روز دارین اخبار رو میگیرین. این اخبار چی میگه؟ تمام خرد جمعی ایرانیان رو. اینه که واقعا شرط آقای گلپور اجازه بدید یک نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به اینکه این همبستگی جهانی، مخصوصا همبستگی ایرانیان، چه تأثیری میتونه داشته باشه روی هواداران حکومت و حامیان جمهوری اسلامی؟ باید به فکر منافع خودشون هرچه زودتر تغییر جایگاه بدن. دارن میدن لابی های جمهوری اسلامی شدیدن. آقای مالی میگن ما به فکر رژیم چنگ نیستیم، ولی از قرار لابی ها اینو نمیگن. لابی ها دارن نگاه میکنن توی اپوزیسیون ایران، از قرار دنبال متحدین میگردن. به نظرم دگرگونی های بسیار زیادی در راه و این مسائل ثانویه. مسئله اولیه در ایران امروز تحکیم پشتیبانی جهانی نسبت به مبارزات خردمندانه و سلجویانه و خارج از خشونتی که در ایران جاریه، و این مسئله مرکزی همه ماست. بسیار ممنونم از توضیحات شما، مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران اروپا، که از بروکسل با ما همراهی میکردید. متشکرم. همراه ما بمانید. همچنان ما ساعت 2 بعد از ظهر برمیگردیم و این پوشش ویژه خبری ایران اینترنشنال از اعتراضات سراسری در ایران رو با شما ادامه خواهیم داد. با سلامی دوباره بیننده و شنونده پوشش ویژه ایران اینترنشنال از خیزش جهانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی هستید. با من پریسا صادقی. نگاهی دوباره داشته باشیم به سخت خبرها. آغاز تجمعات دانشجویی در بیش از 30 دانشگاه کشور. فضای دانشگاه شریف امنیتی گزارش شده و دانشجویان در دانشگاه الزهرا و همزمان با حضور رئیسی علیه او شعار دادند. خیزش علیه جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران. در تهران مردم در پونک، سعادت آباد، قلهک، لاله‌زار و خیابان‌های مرکزی مرگ بر دیکتاتور گفتند. سنندج مردم به خیابان آمدند و با نیروهای امنیتی رو در رو شدند. شهر مریوان اعتصابات کسب کلن بستن، اعتصابات ادامه داره تا پایان جمهوری اسلامی ایران. ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران. در شهرهای سنندج، سقز و بوکان اعتصاب آغاز شده است. بیش از 10,000 نفر از اعضای ارشد سپاه پاسداران که بیشترین مسئولیت را در سرکوب‌ها و جرایم داشتند، هدف تحریم‌های ما قرار می‌گیرند. در پی تلاش ایرانیان کانادا برای جلب همراهی دولت این کشور، تحریم‌های بی‌سابقه اتاوا علیه جمهوری اسلامی، ورود 10,000 عضو سپاه پاسداران به کانادا ممنوع شد. این پوشش ویژه خبری خیزش جهانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی است، بخش ویژه خبری که این روزها ادامه خواهد داشت و ما اخبار حضور اعتراضی مردم در نقاط مختلف ایران و دیگر کشورها را لحظه به لحظه پوشش می‌دهیم. به دنبال انتشار فراخوان‌های دانشگاه‌های ایران، دانشجویان در بیش از 30 دانشگاه و دانشکده تجمع اعتراضی برگزار کردند. تصاویری از تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکزی و سوهانک، دانشگاه فردوسی مشهد، رازی کرمانشاه و الزهرای تهران به ایران اینترنشنال رسیده. ساعت 12:16 مهر 1401 شنبه، جلوی دانشگاه شریف تجمع‌های مردم شروع شد. دانشگاه شریف، مردم برسید به داد، بیاید بیاید.
شنبه 15 مهر دانشگاه آزاد تهران مرکز خونک. خیابون اصلی 16 مهر 1401 مرگ بر دیکتاتور. مشهد مشهد 16 مهر جلوی دانشگاه فردوسی مشهد 16 مهر توی قشن. در خبری فوری و بر اساس ویدیویی که ویرا اینترنشنال رسیده، همزمان با حضور ابراهیم رئیسی در دانشگاه الزهرا برای برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی، دانشجویان تجمع اعتراضی برگزار کردند. خبر فوری دیگری هم داریم بر اساس تصاویری که به ایران اینترنشنال رسیده که به حاکی از شلیک و تیراندازی در مقابل دانشگاه شریف است. امروز شنبه است. تیراندازی شده جلوی دانشگاه شریف. دائما دارن تیراندازی میکنن. و ماموران ضد شورش هم که میبینین اینجا. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه. اخبار اعتراضات دانشجویان و دانشگاه‌های مختلف رو پیگیری کردی از صبح، برای ما بگو که چه تازه‌هایی داریم در این زمینه. خب مثل روزهای گذشته و هفته‌های گذشته، اعتراضات و خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی این بار هم گستردگی اعتراضات میشه گفت که خیلی وسیع است. در هم شهرهای بزرگ هم شهرهای کوچک، هم دانشگاه‌های سراسری، هم دانشگاه آزاد پیام نور و مراکز و مجتمع‌های دانشگاهی مختلفی که تا الان شاید سابقه نداشته در جمهوری اسلامی که به این شکل دانشجوها، اون هم در زمانی که روز دانشجو نیست یا اتفاق خاصی برای دانشگاه نیفتاده، همراه با مردم در بیرون دانشگاه تجمع تشکیل بدن، اعتراض بکنن و علیه جمهوری اسلامی خواستار تغییر حکومت بشن. همونجوری که اشاره کردیم و ویدیوها رو مشاهده کردیم، هم در تهران دانشگاه اصلی مثل دانشگاه تهران، دانشگاه شریف تجمعات رو داشتیم، هم در شهرهای دیگه از جمله در مشهد دانشگاه امامیه و دانشگاه فردوسی که دانشگاه اصلی شهر هست، در دامغان، در گوهردشت، در قزوین، سنندج، کرمانشاه و زنجان هم دانشجوها در دانشگاه و دانشکده مختلف بیرون اومدن، شعارهایی از قبیل زن زندگی آزادی و مرگ بر دیکتاتور سر دادن. و میشه گفت که همزمان با تجمعات پراکنده‌ای که در بیرون از دانشگاه در خیابانا داره صورت میگیره و همچنین در مدارس
دانشجوها هم دست در دست هم الان دارن این اعتراضات و خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی رو به نحوی پیشرو هستن و رهبری میکنن و نگذاشتن که این اعتراضات و این خیزش سراسری شعله خشم و حضور مردم در خیابان ها کاهش پیدا بکنه. از طرفی هم باید اشاره بکنیم همونجوری که ویدئو رو مشاهده کردیم به حضور ابراهیم رئیسی در دانشگاه الزهرا برای در واقع مراسم بازگشایی آغاز سال تحصیلی و بازگشایی دانشگاه ها. اولا نکته که باید اشاره کردیم اینه که به هیچ کدوم از دانشگاه اصلی دانشگاه در واقع در تهران نرفته ابراهیم رئیسی، به دانشگاه الزهرا رفته و از طرفی هم ویدئوها رو دیدیم که همزمان با حضورش دانشجوها در بیرون سالن تجمع بیرون سالن سخنرانیش تجمع کردن و شعارهای از قبیل رئیسی برو گم شو و توپ تانک وشوشه آخون باید گم بشه سر دادن، که این قابل توجه هست که در حالی که رئیسی در داخل سالن از جایگاه حکومتی داشته این سخنرانی رو میکرده که دانشگاه اجازه حضور به فتنه‌گرها یا در واقع آشوب‌ها رو نمیده، در همون بیرون سالن دانشگاه، اون هم در دانشگاه الزهرا، بله همون دانشگاهی که شاید فکر میکردن حاشیه امن دارن و رئیس جمهور اونجا فرستادن سخنرانی، ولی در عین حال همونجا هم اعتراض علیه رئیس جمهور شکل گرفته. دانشگاه الزهرا در طول این هفته گذشته هم شاهد اعتراضات دیگه‌ای بوده، این اولین بار نبوده که فقط در حضور ابراهیم رئیسی باشه. من صحبت رو اینجوری در واقع تمام بکنم که میشه گفت الان دانشگاه‌ها و مدارس، به خصوص مدارس، به خصوص دختران دانش آموز و دختران دانشجو پیشرو این خیزش سراسری شدن و ویدیوها و پیام‌هایی که داره میاد داره نشون میده که این امید رو همچنان دارن به دانشگاه تزریق میکنن و به مردم این پیام رو میدن که این اعتراضات ادامه خواهد داشت. حسین، ما باز هم با تو همراه خواهیم شد تا جزئیات بیشتر از اونچه که امروز اتفاق میفته در دانشگاه رو از تو بشنویم. محسن مهیمنی همکارم اینجا در استودیو با ما همراهی میکرد. در خبر فوری، تصاویری که از شهر سنندج به ایران اینترنشنال رسیده نشانگر درگیری نیروهای امنیتی با مردم معترض است. در برخی ویدیوها دود غلیظی در آسمان شهر دیده می شود. 16 مهر ماه سنندج شنبه، واقعا همچین چیزی تا الان ندیدم. کل سنندج اومدن بیرون درگیری تن به تن با مامورای مزدور. پیش از اینکه ادامه بدیم، من این توضیح رو بدم که همونطور که در بالای صفحه میبینید، شمارشگر نشان دهنده تعداد دفعات توییت و باز توییت هشتگ مهسا امینی یک بار دیگه فعال شده بعد از وقفه کوتاهی که پیش آمده بود. متاسفانه به دلیل تغییر روال فنی که در ارائه آمار از طرف توییتر پیش آمده بود، برای مدتی ارائه آمار متوقف شده بود و ما از این شمارشگر نمیتونستیم استفاده بکنیم. حالا که این مشکل برطرف شده، میتونید دوباره تعداد هشتگ های مورد استفاده توییت شده و باز توییت شده مهسا امینی رو در بالای صفحه سمت چپ در گیرنده های خودتون ببینید. همون جایی که میتونید مشخصات فرکانس های ماهواره ما رو ببینید، همینطور بارکد تلگرام ما رو ببینید اگر که خواستید و مایل بودید که گزارش های خودتون رو برای ما بفرستید از اونچه که در اعتراضات در سطح شهرهای مختلف در ایران اتفاق میفته. من فقط بگم که تا این لحظه که ما داریم با هم صحبت میکنیم، بیش از 250 میلیون بار هشتگ مهسا امینی توییت و باز توییت شده. اما تصاویری که به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد که اعتراضات خیابانی در عراق هم در حال برگزاری است. عراق 16 مهر 1401.
تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد معترضان در شهرک غرب و سعادت آباد تهران هم تجمع اعتراضی برگزار کردند. شهرک غرب، بچه های دانشجو، دانشگاه اومدن دمشون گرم، مرگ بر دیکتاتور. شریعتی شنبه 16 مهر. یک ویدیوی هم ببینیم از قلهک در شمال تهران که معترضان تجمع کردن و شعار زن زندگی آزادی سر میدن. دش سراسری علیه جمهوری اسلامی امروز هم شماری از دختران دانش آموز در شهرهای مختلف تجمع و اعتراض کردند. لیلا سعادتی همکارم اینجاست در استودیو برای ما بگو از اعتراضاتی که در چه شهرهایی هست و مدارس وضعیت اعتراضیشون چطور؟ آره پریسا، همچنان داره اضافه میشه بر تعداد شهرهایی که معترضان اومدن بیرون و دارن شعار میدن. میخوام از سنندج شروع کنم. خیلی جو ملتهبی داشت سنندج. همچنین به ما گفتن که در میدان اقبال صدای تیراندازی شنیده شده. همچنین درگیری مردم با نیروهای حکومتی وجود داره. در میدان مادر سنندج هم همچنین مردم برای اینکه راه و سد راه
ماموران حکومتی را سد کنن، ببندن، آتش روشن کردن. سنندج وضعیتش اینجوری است. در تهران خیلی نقاط مختلفی برداشت گفتی تو خبر مردم اومدن و تجمع کرد. علاوه بر دانشجوها و دانش آموزان، مردم هم در خیابان‌ها هستن، به ویژه زنان که روسری‌هاشون رو برداشتن و در خیابان‌ها هستن و دارن شعار میدن. مثلا در خیابان انقلاب هم ترافیک خیلی سنگینی، هم خیلی شلوغ هست. همچنین تجمع وسیع در پونک تهران انجام شد، از سه طرف میدان در واقع مردم تجمع کردن اونجا. همچنین ترافیک هست، همچنین در سعادت آباد، همچنین در لاله‌زار و چراغبر که اصلا کسبه هم اومدن و هم آتیش روشن کردن، راه مامورا رو ببندن، همونجا دارن اعتراض میکنن. در مشهد هم خیلی در واقع اعتراض و زیاد بوده. در مورد مدارس هم بگم، دانش آموزان در رشت، آبادان، تهران، پرند، سقز، همدان، بوکان و سنندج تجمع اعتراضی برگزار کردن و اومدن بیرون. الان ویدیوهای اینو اگر پریس، میخوام اینجا بگم که مثل هر روز ممکن دوباره اینترنت قطع بشه. ما صداهای زیادی رو از مردم و مخاطبانمون هر روز در واقع به ما میرسونن، در دل میکنن، صداشون رو میدن. اعتراضی اگر دارن با ما در میذارن، پیشنهاد میدن. من میخوام بگم که امروز که تجمعات زیادی داره برگزار میشه در شهرهای مختلف، ممکنه که نتونن تصویر برام بفرستن، ممکنه هم نزاز امنیتی نخون بفرستن. و هر حال وقت برگشتن خونه هاشون، لطفاً حتما برای ما صداهاشون رو روایت کنن، چیزایی که دیدن، تجربیاتشون، مشاهداتشون رو حتما با ما در میون بذارن. ما هر روز در بخش‌های مختلف خبری صدای اونا رو بازتاب میدیم و الان هم چند تا صدا داریم که با هم بشنویم. ممنون از تو لیلا سعادتی که همراه ما در استودیو. سلام، من یه دهه شصتی ام و این روزا دارم دائما تلویزیون شما رو نگاه میکنم، شبکه‌ها رو نگاه میکنم، فیلم‌ها رو دانلود میکنم و نگاه میکنم و حقیقتا در حیرتم از این که این حجم از شجاعت، این حجم از بیان خواسته ها رو دارم میبینم. اما گله دارم از همه کسایی که میگن ده هشتادی ها فقط چیزی برای از دست دادن ندارن. در واقعیت اینه که ما ده شصتی ها بودیم که این ده هشتادی ها رو به وجود آوردیم و در روح اونها، در رفتار اونها این شجاعت رو به وجود آوردیم که اونها هم بتونن خواسته هاشون رو مطرح کنن. البته من امید دارم به زندگی و معتقد نیستم ده هشتادی ها، ده نودی ها یا ما ده شصتی ها و پنجایی ها چیزی برای دست دادن نداریم. ما هنوز خیلی چیزها داریم برای اینکه خوش زندگی کنیم، راحت زندگی کنیم و هنوز هم امید به زندگی در ما هست. با سلام به برنامه خوب ایران اینترنشنال و سلام به ملت غیور و مبارز ایران. سوالی که هست اینه که اگه نیکا شاه کرمی از ارتفاع سقوط کرده، پس چرا شما پیکر نیکا رو از غسالخانه دزدیدید و به دور از حضور خانواده و بستگانش اونو در یک روستای دور افتاده دفن کردید؟ این مهمترین دلیل جنایت شما هست که با جوانهای این مملکت هر روز همین کارو میکنید و خانواده هاشون رو تهدید میکنید. به اسم اسلام دروغ میگید، خیانت میکنید، جنایت میکنید، اختلاس میکنید، دم از بشر دوستی هم میزنید. ننگ بر شما.
سلام به هموطنای عزیزم و تمام ایرانیایی که کنار هم دیگه محکم و پرقدرت در برابر ظلمی که به ما میشه، کشتن بچه هامون، ساکت کردن هنرمندامون و زندانی کردن نخبه هامون می جنگیم. من امروز میخوام به شما یه سری اطلاعاتی بدم که آگاه باشید، چون شاید برای شما هم اتفاق بیفته. چند وقته که میبینیم خانوم ها رو قاطی نیروی انتظامی کردن و دارن در گوششون میخونن که با ما مردم ایران بجنگن. امروز من به سمت محل کارم داشتم میرفتم پیاده، یهو احساس کردم تحت تعقیبم توسط یه مرد 45 تا 55 ساله، تا اینکه یه مکان خلوت پیدا کرد و اومد به من گفت خانم ببخشید شما ورزشکارید؟ گفتم بله. گفت که من در دولت کار میکنم، کارم دولتیه، دستم خیلی آزاده، میتونم شما رو استخدام کنم، بهتون اینقدر حقوق میدم. و حالا طبق چیزایی که من شنیدم و دیدم، اینها دارن خانوم ها رو، مخصوصا کسانی که ورزشکار هستن، با پول اینا رو وسوسه میکنن که با مردم مقابله کنن. لطفاً لطفاً ازتون خواهش میکنم، همتون در جریان باشید که اینها دارن از میان خود ما مردم ایران، از میان خودمون دارن آدم جمع میکنن. لطفاً حواستون جمع باشه و امیدوارم آن چیزی که ما سزاوارش هستیم رو به دست بیاریم. ممنونم. یک نگاهی بکنیم با هم به آنچه که در خیابان‌ها و شهرهای مختلف ایران در حال حاضر در ادامه اعتراضات سراسری در جریان هست. در تهران در منطقه هفت حوض تهران تجمعاتی برگزار شده و تجمع کنندگان شعار سر میدن. در قلعه حسن خان همینطور مردم به خیابان‌ها آمدند و البته تجمعات دانشجویی زیادی هم هست. در دانشگاه شیراز این تجمع برگزار شده، در دانشگاه زنجان، در قزوین همینطور. در تهران خیابان لاله هم تجمعاتی برگزار شده، در سعادت آباد، در پونک، در شهرک غرب، همینطور در دانشگاه زنجان فکر میکنم که گفتم، البته مقابل ایستگاه متروی قلهک هم تجمع کردن. ما پیشتر ویدیو این رو دیدیم، شعار زن زندگی آزادی سر دادن تجمع کنندگان. در ایلام مردم به خیابان آمدن، در شاهین شهر، و اینکه استقبال بسیار زیادی شده از فراخوان هایی که پیشتر سازمان های دانشجویی و مردمی داده بودن در ادامه اعتراضات سراسری. ما برمیگردیم و حتما جزئیاتی بیشتر از آنچه که در حال وقوع هست در خیابان‌ها و شهرهای ایران رو با هم بررسی خواهیم کرد. مهمانی داریم، دامون محمدی، تحلیلگر سیاسی، که در این باره بیشتر باهاشون صحبت بکنیم. آقای محمدی، اونچه که مشاهدش هستیم اینه که با اینکه 4 هفته میگذره از این اعتراضات، هر لحظه به نوعی داره هم شکلش تغییر میکنه، هم گستردگیش تغییر میکنه، هم لایه‌های اجتماعی که درگیر میشن تغییر میکنه. چه ویژگی‌هایی داره این اعتراضات که به این سمت میره و هر روز داره گسترده تر میشه؟ با درود و احترام خدمت شما و بینندگان محترم شما، نکته‌ای که وجود داره اینه که تا حالا تمام مطالبات در اشکال مختلفی که مطرح میشد، چه در بود اعتراضات صنفی، چه بحث گرانی بنزین، یا هر نوع در واقع اعتراضی که قبلا مشاهدش بودیم، خیلی قابل مصادره بود، یعنی خیلی قابل تعریف بود که به چه صنف سیاسی، چه به رده سیاسی، چه به صنف در واقع مشخصی، یا در چه سطوح خاصی تعریف میشد. اما برای اولین بار هست که مطالبات مردم در سطح حقوق بشری، یعنی در واقع سطحی که دیگه به هیچ وجه جمهوری اسلامی قابلیت پاسخگویی بهشون نداره، به هیچ وجه جمهوری اسلامی قابلیت مصادره‌اش نداره، و این یک مدل در واقع میشه گفت که جدیدی از خواسته های مردم رو آورده رو. تمام تلاشی هم که جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلف داره می‌کنه، می‌بینیم هزینه‌های زیادی هم داره می‌کنه، از اینکه بیاد موشک پراکنی بکنه، اینور حمله بکنه، به اون ماموریت بده، به این ماموریت بده، با تحقیر کردن اینکه فقط ما اشاره می‌کنیم که مثلا این مربوط به رده سنی خاصی هست یا مربوط به یک در واقع قشر خاصی است، این هم به نظرم غلطه. این مطالباتی است که سابقه بسیار قدیمی داره، از ابتدای جمهوری اسلامی بحث مطالبات زنان و حقوق بشری ادامه داشت.
امروز هم که دنیا با ما همراه شده، برمیگرده به اینکه دنیا فهمیده که ما الان چی میخوایم. تا قبل از این شما میگفتی رأی من کو، رأی من کو یه چیزیه که خب شاید دنیا متوجه نباشه، خیلی روشن باشه، بخاطر اینکه قطعا میره تو دعوای سیاسی و جمهوری اسلامی خیلی خوب اینو مهارش میکنه. ولی امروز ما چیزی که شاهد هستیم، نسل جوان با خواسته های نسل قدیم پیوند خورده و در یک صدایی که تمام دنیا اون صدا رو در واقع میفهمه، اینا با هم همگرا شدن. و نکته جالب اینه که این مطالبه، حالا هر کسی که به هر شکلی میخواد در واقع اینو منکر باشه، باید اول متوجه این داستان باشه که آیا این مطالبات مردم رو به رسمیت میشناسه یا نه. به رسمیت شناختن این مطالبات یک معنی میده که جمهوری اسلامی با توجه به در واقع پیوندهای مذهبی که داره به هیچ وجه نمیتونه مطالبات زنان رو در این سطح پاسخگو باشه، و اینه که به شکل جدیدی در واقع به خواسته ها داده و همچنین شکل جدیدی به نوع مذاکره در واقع اعتراضات داده. به خاطر اینکه این در واقع میشه گفت که اعتراضات ویژگی که داره اینه که قابلیت مصادره نداره، و این قابلیت مصادره نداشتن نشون میده که جمهوری اسلامی کاملا آچمز شده، هر نقطه ای در هر گوشه ای با هر در واقع صدایی یهو این صدای در واقع همگرایی بلند میشه. بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما دامون محمدی، تحلیلگر سیاسی. در چهارمین هفته از خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، امروز کسبه و بازاریان در مناطق کردنشین ایران مغازه ها را بسته و اعتصاب کردند. شهر مریوان اعتصابات کسبه کلن بستن، اعتصابات ادامه داره تا پایان جمهوری اسلامی ایران، همه بستن. شمه شانزه میر ساعت 9:40 دقیقه صبح تو دوکانگان بسیار گاه خیابان ششم امنا تو مدمی جگ نزدره واقعا شلو خدره سنین آزاد. امروز 16 مهر ماه، سرندج، خیابان ششم بهمن، اعتصابات سراسری. مرگ بر دیکتاتور. همه جا بسته است. سنندج، شنبه 16 مهر، تحسن سراسری مغازه داران، لطفاً همکاری کنید. سنندج، 16 مهر، بوق ماشینا، به نشانه اعتراض. سنندج، 16 مهر ماه، اعتصاب و بوق منطرف. اعترافات اجباری و صحنه سازی های صدا و سیما برای توجیه کشتار معترضان در خیابان ها موضوعی که کاربرها در رسانه های اجتماعی به اون اشاره کردن. در برای بررسی بیشتر این موضوع، نوشین خانی همکارم اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه. پریسا، مهمترین نکته‌ای که کاربرها دارن بهش اشاره می‌کنند اینه که این رویه‌ای که حکومت سالها تکرارش کرده کسی بهش باور نداره، حتی برخی از حامیان حکومت هم دارن به این رفتار اعتراض می‌کنن. جزئیات و واکنش‌ها رو هم من اینجا مرور می‌کنم. فیلمنامه ضعیف، دوربین، سپایه، میکروفون، گزارشگر آشنا به اصول بازجویی و عوامل پشت صحنه برای مراقبت از روایتی که مصاحبه شونده باید مو به مو اجرا کنه به نام مصاحبه، اما در واقع اعترافگیری اجباری.
کارگردان هم که جمهوری اسلامی. رویه‌ای که در تمام این 40 و اندی سال تکرار شده، اما کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند سال‌هاست نه تنها اعتباری نداره که خودش سندی است بر دروغ بودن ادعاهای حکومت. سناریوهای عجیب و شبیه به هم با پایان بندی یکسان که حتی این روزها از حامیان نظام هم رأی اعتمادی نمی‌گیره. در چهارمین هفته اعتراضات سراسری مردم در ایران، بازار این سناریوها و اعترافگیری‌ها باز هم داغ شده. اونهایی که این بار مقابل دوربین‌های اعترافگیری می‌نشینند، اما سیاه‌پوشند و داغ عزیز دیدند. کاربری اینطور نوشته: روال جمهوری اسلامی چیست؟ به قتل برسونه، بعد سناریو بسازه که خودش مرده، یا از بازداشت شدگان اعترافات اجباری بگیره، یا اموال مردم رو به نام معترضین تخریب کنه، یا به دنبال گردنهای فراوانی برای طناب دارش بگرده. شرم نمی کنید؟ و کاربر دیگه میگه از بزدلیشون نیست که قتل جوانان وطن رو انکار میکنن و سناریو می نویسن که بگن خودکشی کردن، بلکه از بی ایمانی به حاکمیتشونه. این مزدوران بی اعتقاد به حکومت ضحاکند. یک کاربر هم خطاب به جمهوری اسلامی نوشته: جمهوری اسلامی، سناریوهای اعترافهای اجباریت کاملا مشخص و فاقد اعتباره. از توهین به شعور ایرانی دست بردار. و کاربری که میگه تفاوت جمهوری اسلامی و داعش در اینه که داعش جنایات خودش رو گردن میگیره. تکرار این سناریوهای مکرر از سوی جمهوری اسلامی باعث شده تا بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی پست‌هایی را با هم به اشتراک بذارن که اعلام کنن در سلامت کامل به سر می‌برن. کاربری نوشته: این جانب در صحت و سلامت کامل عقلی، جسمی و روحی بدین وسیله اعلام می‌کنم هیچ گونه بیماری زمینه کشنده‌ای ندارم و به هیچ وجه قصد خودکشی هم ندارم. فردا هزار جور سناریو برام درست نکنن. و کاربری به نام آرش میگه: من نه سندروم خودکشی دارم، نه افسردم و نه بیماری زمینه‌ای دارم، فقط جمهوری اسلامی رو نمیخوام. کاربر دیگه هم با کنایه خطاب به دیگران نوشته: دیگه سکته نکنین، از پشت بام سقوط نکنین و مفقود نشین. گروهی از کاربرها هم با طنز و کنایه بسیاری از اتفاقات مرتبط با جمهوری اسلامی رو مثل سناریوهای خود حکومت تعریف میکنن. کاربری نوشته: پس همه عاشورا و داستان کربلا دروغ بوده، همشون سندروم سقوط از ارتفاع داشتند به علاوه بیماری‌های زمینه. کاربری میگه هواپیمای اوکراینی هم بیماری زمینه‌ای داشت، سرش گیج رفت و سقوط کرد. و در نهایت هم کاربری اینطور نوشته: 2 سال بعد وقتی از من علت سرنگونی جمهوری اسلامی رو میپرسن، جمهوری اسلامی یک بیماری زمینه‌ای بسیار مبهم و پنهانی در سر خود داشت و در اثر سقوط از ارتفاع با یک شیء بسیار سنگینی برخورد کرده بود. همطور که در سمت چپ بالای صفحه هم مشاهده می‌کنین، علاوه بر نمایش دفعات استفاده از هشتگ مهسا امینی، می‌تونین بارکدهای کانال تلگرام ما رو هم ببینین. با اسکن این بارکدها شما می‌تونین پیام‌های صوتی و تصویری خودتون رو برای ما ارسال کنین. در ادامه این بخش هم برمیگردم به پریسا. ممنونم از تو نوشین خانی، اینجا در استودیو رسانه‌های اجتماعی رو برای ما بررسی می‌کرد. در سومین هفته خیزش جهانی برای حمایت اعتراضات ایران، شهروندان ایرانی مقیم سوئد برای دومین بار در مقابل سفارت ایران در این کشور اعتراض کردند. در کنار این تجمع، دولت سوئد همچنان از اعتراضات و زنان ایران اعلام حمایت کرده است. همکارم نجوا عالمی، میدونم که در سوئد قرار هست که با ما همراه بشه تا در این باره بیشتر برای ما گزارش بده، اما ظاهرا ارتباط ما باش برقرار نشده و زمانی که این ارتباط برقرار بشه ما حتما به سوئد خواهیم رفت و از نجوا درباره این تجمع امروز بیشتر سوال خواهیم کرد و صحبت خواهیم کرد. اما نخست وزیر کانادا ورود مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و حدود 10,000 نفر از اعضای سپاه پاسداران به این کشور را برای همیشه ممنوع کرد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا با اعلام این خبر گفت یک نهاد ویژه برای مسدود کردن دارایی‌های افراد تحت تحریم تشکیل خواهد داد. نخست وزیر کانادا همچنین افزود این کشور برای شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های اشخاص تحت تحریم و ایجاد یک اداره ویژه برای پیگیری این هدف 76 میلیون دلار اختصاص میداد. Under the most powerful provision of the Immigration and Refugee Protection Act. این سخت‌ترین اقدام علیه رژیمی است که مرتکب جنایت‌های شنی و جنایت‌های جنگی شده.
مثل رژیم‌های بوسنی و رواندا. This will make the top 50% of the IRGC leadership. در این اقدام سختگیرانه نیمی از فرماندهان سپاه پاسداران حدود 10,000 نفر که مرتکب جنایت‌های شنیع شدند به خاک کانادا ممنوع الورود می‌شوند. این تصمیم دائمی و غیر قابل تغییر است. یعنی ورود این 10,000 نفر برای همیشه به کانادا ممنوع خواهد بود. This means that more than 10,000 members of the IRGC leadership, for example, will be inadmissible to Canada forever. ده ها شهر در ترکیه امروز شاهد برگزاری تجمع افغان ها هستند در حمایت از هزارها، همونطوری که تظاهرات جهانی هم برگزار میشه. این تجمع ها به طور همزمان ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی ترکیه در ده ها شهر همونطور که گفتم برگزار خواهد شد. یکی از میدان های مرکزی آنکارا که محل برگزاری تجمعات بزرگ در پایتخت این کشور هست برای برگزاری مراسم امروز در نظر گرفته شده. اینجا در استودیو داوود ناجی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، ما را همراهی میکنه. خیلی خوش آمدید آقای ناجی. این تجمعاتی که برگزار شده را اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم، آیا به معنای این هستش که مردم افغانستان از تضادهای قومی و ملیتی عبور کردند؟ با سلام به شما و بینندگان، دقیقاً چیزی که امروز در سراسر جهان مردم ایران و افغانستان را به خیابان‌ها کشانده تقریباً مشابه است. یعنی همان گونه که همه ایرانی ها برای عدالت و انسانیت و عبور از یک رژیم خودکامه و خیابان ها هستند، در افغانستان هم تقریبا میشه گفت بی سابقه بوده در تاریخ افغانستان که برای اولین بار یک کمپین در واقع اینترنتی تیوتر به نزدیک به 8 میلیون بار مثلا میرسه و همچنین اقوام مختلف افغانستان در حمایت از هزاره ها که به صورت تاریخی مورد جنوساید یا نسل زدایی بودند آمدن حمایت کردند و چه بسا که بیشتر اقوام دیگر از جمله هنرمندانشان و چهره های ورزشی و چهره های سیاسیشان حتی در راه اندازی این راهپیمایی ها پیشگام بودند و اعلام کردند و خودشان حضور پیدا کردند و هشتگ زدند. فکر میکنید که طالبان چه برخوردی با فجایع و کشتار هزارها داشته باشه با توجه به اینکه خیلی از هزارها شیعه نیستن؟ دقیقاً ببینین، دو چیزی که فعلا یعنی مسئله اصلی این اعتراض ها هست، دو چیز است. هزارها خواهان برسمیت شناسی یک قتل عام بسیار تاریخی در 1819 در 1893 تا 90 تا 191 هستند که چیز در حدود 62% کل جمعیت هزارها یا قتل عام شدند یا برای همیشه از افغانستان ترک کردند که بخش از بربری ها و خاوری های ایران اکنون از او زمان متواری شدند، در پاکستان هستند و به بازارهای برده فروشی فروخته شده. در یک یادداشت سفیر انگلیس او زمان در کابل میگه که 9000 هزاره در بازارهای پیشاور و راولپندی فروخته شد. هزاره ها میگن این قتل عام باید بالاخره به رسمیت شناخته شود و این یک مسئله. و مسئله دوم این است که قتل عام یا جنوساید هزاره ها به صورت سیستماتیک هنوز هم ادامه دارد. مثلا از سال 2015 تا کنون 36 حمله بر هزاره ها شده که تمامی این حملات بر مسجد، مرکز آموزشی، مرکز ورزشی، حتی سالن عروسی، یعنی جایی بوده که همه غیر نظامی بودن و همه در واقع مکان به اصطلاح قرارگاه نظامی چیزا نبوده. و مهمتر از اون این که نسل آینده هزاره ها را در واقع هدف گرفتن. در مدرسه سید شهدا، مدرسه دخترانه و همچنین در کاج دوباره مدرسه دخترانه هدف قرار گرفت. بنان و افغان ها اقوام مختلف دارن حداقل برای اولین بار در سطح ملی هر دوی این داعیه رو
دارن میپذیرن. خیلی ممنونم از توضیحات شما و حضورتون در استودیو. داوود ناجی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان. اما همونطور که پیشتر هم گفتیم، در سومین هفته خیزش جهانی برای حمایت اعتراضات ایرانیان، شهروندان ایرانی مقیم سوئد برای دومین بار در مقابل سفارت ایران در این کشور اعتراض کردند. همکارم نجوا عالمی با ما همراه میشه تا برای ما بگه که چه میگذره در این تجمعات. نجوا، از تو بیشتر بشنویم. این تجمع دقایق قبل آغاز شد و میخوام با سه خواست این تجمع شروع کنم. اولی که خواستشان و یا تقاضاشون از دولت سویدن است که سفیری جمهوری اسلامی از سویدن اخراج شود و همچنان باید تحریم سیاسی جمهوری اسلامی رکنند و همچنان سفارت در اینجا بسته شود. این سه خواست کلیدی معترضین در دم سفارت است که البته چیزی که نباید یادم بره و قبل از شروع تجمع حضور پلیس خیلی زیاد بود و ما دقایق بیشتر رسیدیم و خیلی زیاد بودن، حتی یک صف کشیده بودن. یعنی ظاهرا به نظر میرسه که از قبل جمهوری اسلامی خواست دولت در جریان بگذاره و یک آمادگی امنیتی بیشتر داشته باشن با در نظر داشت تظاهرات گذشته. و همچنان تا حالا دولت سویدن و مردم سویدن و رسانه ها یک بازتابی گسترده ای داشتن از اعتراضات ایران و حمایت کردن، به خصوص مردم در تجمعات و اعتراضات ایران خیلی حضور داشتن و حمایت کردن. اما دولت سویدن تا هنوز موضع خود مشخص نکرد و تا این که اگر از سمت اتحادیه اروپا بیایه و تحت فشار قرار بگیره. ممنونم از تو نجوا عالمی که از استکهلم سوئد برای ما گزارش میکردی از تجمعات اعتراضی که برگزار شد. و ممنون از شما که تا این لحظه با ما همراهی کردید. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران ما مجددا با شما خواهیم بود با ادامه این پوشش ویژه خبری. وقتتون خوش.